داستان بازداشت چند فیلمساز به اتهام همکاری با بی بی سی فارسی از سایتی وابسته به صدا و سیما شروع شد، اما حالا وزیر اطلاعات نقش اطلاع رسانی را بر عهده گرفته. حیدر مصلحی گفته دستگیری مرتبطین با بی بی سی فارسی آغاز کار بود، ما اشراف داریم، هر جا لازم باشد تعارف نداریم و برخورد میکنیم. ناصر صفاریان، مجتبی میر طهماس، هادی آفریده، محسن شهنازدار و کتاین شهابی همگی از سینماگران مستندساز هستند که بازداشت شدند. تنها وجه مشترک بازداشت شدگان پخش آثارشان در یکی از برنامه‌های بی بی سی فارسی است. سرویس جهانی بی بی سی اعلام کرده بی بی سی فارسی کارمندی در ایران ندارد و با هیچ کس نیز در این کشور همکاری نداشته است. در چند سال اخیر مسئولان ایران به ارتباط شهروندان این کشور با رسانه‌های خارجی، به خصوص رسانه‌های فارسی زبان، واکنش نشان دادند. آنها ارتباط با رسانه‌ها را برای شهروندان جرم می‌دانند، حالان که برخی از حقوقدانان چون این باوری ندارند. اگر تعریفی از جرم داشته باشیم به عنوان فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که قانون گذار برابر قانون اون را محی یا نهی کرده باشه، مصاحبه با رسانه‌های خارجی فعلا در قوانین ایران به عنوان یک فعل مجرمانه معرفی نشده و جرم تلقی نخواهد شد. دستگاه قضایی ایران میگوید بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، همکاری و گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان جرم است. برخی میگویند این مصوبه هنوز سیر تبدیل به قانون را نگذرانده. قانونگذاری در ایران بر عهده مجلس شورای اسلامی است. با این حال برخی شوراهای عالی امکان صدور مصوبه هایی دارند که باید سیر قانونی آن طی شود. اگر بخواد مصوبات شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رو در حکم قانون بدونیم، حداقل در باب تصویبش بگیم مجلس دخالتی نداشته باشه، اما در باب انتشارش در روزنامه و اطلاع مردم که باید جنبه انتشار و اطلاع داشته باشه که مردم بدونن چه کاری رو انجام بدن چه کاری ندن. اگر یک مجمع فرادستی میخواد یک مطلبی رو عنوان قانون بده، بخش انتشار که اطلاع مردم هست رو باید طی بکنه تا مردم بدونن چه فعلی رو انجام بدن چه عملی رو انجام ندن. تا این لحظه من چیزی رو در روزنامه ها که روزنامه رسمی است و رسانه ها ندیدم. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به تازگی اعلام کرده در بازداشت فیلمسازان، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد نقش داشتند. با اینکه صدا و سیمای ایران در کشورهای غربی دفاتر خبری دارد، اما اجازه فعالیت به شبکه‌های فارسی زبان خارجی را در ایران نمی‌دهد. تا کنون برخی از روزنامه‌نگاران و شهروندان ایرانی به خاطر ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان به زندان و جریمه محکوم شدند. دولت ایران دولتی هستش که نمیخواد حقایق و واقعیت هایی که در درون ایران رخ میده به کشورهای دیگه منتقل بشه و به طور طبیعی روزنامه نگارانی که در داخل ایران با انواع اقسام محدودیت ها برای فعالیت در رسانه هاشون مواجه هستند، به طور طبیعی ممکن هستش که بتونن این اطلاعات رو و این وقایع و حقایق رو از طریق رسانه های بین المللی، رسانه های خارجی در اختیار افکار عمومی در سطح جهان بذارن و به طور طبیعی دولت ایران که یک دولت سانسورچی هستش و طبق آمار بین المللی بزرگترین دشمن مطبوعات آزاد در جهان هستش، تمام تلاش خودش رو میکنه تا از وقوع این پدیده جلوگیری بکنه. موج جدید برخورد با فعالان فرهنگی و رسانه‌ای در شرایطی رخ داده که ایران به تازگی سازمان بسیج رسانه را تأسیس کرده که قرار است به گفته مسئولان آن دشمن شناسی کند. مرتضی نبوی رئیس این سازمان از چهره‌های محافظه‌کار و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.